با بهترین درودها بر شما در هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی امشب را میگوشیم با دفتر دیگری از برنامه صفحه یک با تازه ترین و آخرین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان به روال معمول همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب اظهارات تازه حسن روحانی و دعوت از مردم برای مشارکت حد اکثری در انتخابات پیش روی اسفان موجی از خبرها، حول نامزدها، رد و تایید سلاحیت ها و انتشار فهرست های انتخاباتی مختلف همچنان واکنش های تند روحانیون به یک سخنرانی هاشمی رفسنجانی در خصوص شورای نگهبان با اظهار موضع محسنی اجهی دوره تازه از نقد از بازی‌های بسیجی اقتصادی بابک زنجانی در عدم پرداخت بدهی‌های چند میلیارد دلاری به نهادهای دولتی و در حوزه اجتماعی بروز و ظهور و گسترش یک بحران نوپدید در پایتخت ایران پدیده با نام نوزاد فروشی که رسما در مطبوعات امروز تهران اعلام شد که حتی سازماندهی شده خوانده شد و در عرصه منطقه ای کماکان بحران سوریه با تازه ترین بحران گسترده پناهجویی با آوارگان چند ده ها هزار نفری سوریها در پی بمباران بیامان ارتش بشاری و سخواهای روسی همزمان با اظهار موضع فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن های تند و تیز علیه سایر کشورهای منطقی از جمله عربستان سعودی اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 19 بهمن ماه ایرانی که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز ایران فردا خواهد رسید تا بازخانی مشروح خبرها و نظرها همچون همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت درودی دوباره محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون ایران فردا حسن روحانی رئیس جمهور ایران کلیددار اصلی صفحه یک بیشتر روزنامه‌های پرشمارگان کشور بود تا جایی که جا با خانش‌های مختلف برخی از روزنامه های همسو با دولت تایید صلاحیت تعدادی از نامزدهای پیشتر رد صلاحیت شده رو مرهون زحمات و رایزنی‌های رئیس جمهوری ایران با نهادهای نظارتی فرادستی حاکمیت همچون شورای نگهبان برشمردن در این میان روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از مردان عملگرای هاشمی و روحانی ضمن تزئین پس زمینه این روزنامه با رنگ بنفش رنگ پویش های انتخاباتی نیروهای مسوم به اعتدالیون به نقل از روحانی جستی خاتمی گونه اتخاذ کرد و اعلام داشت که سکوت نکردم. آرمان در این گزارش اصلی به نقل از حسن روحانی ضمن انتقاد از جریان های تون رو در کلامی آشکار اشاره کرد که افراد و خشونت برای جان مردم شدند. روحانی با انعکاس بخشی از انتظارات مردمی و همینطور نارضایی های گسترده شهروندان به نقل از افکار عمومی ایران گفت که خیلی ها میگویند چرا کاری نمی کنید و اما ماجراهای دیدار وزیر کشور کابینه روحانی با رهبری ایران که گزارش اصلی روزنامه آرمان شماره امروز بود آرمان در این گزارش از تایید صلاحیت یکی دیگر از نوههای خمینی برای نامزدی انتخابات مجلس ایران خبر داد البته این در حالی است که کماکان حسن خمینی در کمای رد صلاحیت شورای نگهبان است که این رد صلاحیت همون گونه که شما بینندگان مستحضرید موجب موج جدیدی از تنش های انتخاباتی میان لایه های مختلف صاحبان قدرت در ایران شده بود در هر روی بر اساس گزارش آرمان از پشت پرده ماجرای دیدار وزیر کشور با رهبری ایران پایگاه های خبری به نقل از سخنگوی وزارت کشور درباره دیدار رحمانی فضلی با رهبر ایران گفت که در جریان جزئیات بحث های وزیر کشور و رهبری نیستم اما نفس این دیدار متعارف بوده و عجیب نیست و در راستای ملاقات دوره ای با رهبر تعریف می شود و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات قرار داریم طبیعتا مباحث انتخاباتی هم در آن مطرح شده ساعتی بعد این چونین خبرها روی سامانه ها منتشر شد که حسین علی امیری منظور سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه آنچه در برخی سایت ها در این زمینه منتشر شد چیز جدیدی نبوده است اشاره کرد که این ملاقات به این علت که با دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان مقارن بود در سایت ها پر رنگ تر منعکس شد ایشان با بیان اینکه از جزئیات مباحث مطرح شده در دیدار وزیر با رهبر بی اطلاع هستم درباره ارتباط این ملاقات با نتایج بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات مجلس در شورای نگهبان گفت که مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای نامزد های مجلس جمعه به پایان رسیده بود اما ملاقات رحمانی فضلی با رهبر مربوط به هفته های گذشته است که در واقع سخنگوی وزارت کشور به نحوی از آنها کوشید تا از نقش مستقیم رهبری ایران در رد صلاحیت فلی نامزدهای ناهمسو با خیش سرپوش بگذارد در هر روی و در همین زمینه لازم به توضیح می دانم که اشاره نمایم که علا اعلام اینکه پس از رایزنی های پیدا و پنها میانه مسئولین عالی رتبه حکومتی برای تایید صلاحیت جمعی دیگر از کاندیداها اما عملا تغییر و تحول خاصی روی نداده و حتی برخی از روزنامه های دیروز یک شنبه نیز به نقد و نیش و تن به این موضوع اشاره کردن از جمله روزنامه همدلی در عنوان اصلی خود ضمن تکذیب تایید صلاحیت اصلاح طلبان نوشته بود که با تایید صلاحیت 1500 کاندیدا توسط شورای نگهبان 15 درصد دیگر از اصولگرایان تایید شدند اما هیچ خبری از بازگشت نیروهای سرشناس اصلاح طلب به عرصه رقابت انتخاباتی نیست این در حالی است که روزنامه های نزدیک به کمپ اصولگرایان با برجسته کردن شعار تایید صلاحیت ها تلاش داشتند، فضای دهمین ده دوره انتخابات مجلس رو به نحوی رقابتی جلوه دهند تا جایی که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران البته ارگان سپاه پاسداران نوشته بود که با تایید صلاحیت 1500 نامزد دیگر سبد همه جناها پر شد یا روزنامه رسالت در تیتر یک خود نوشته بود با افزایش 1500 نفری تایید صلاحیت شدگان مجلس تعداد داوطلبان به 6300 نفر رسید ادامه میدهیم و ورق میزنیم با سایر مطالب و موضوعات برگزیده مطبوعات امروز در برنامه امشب دوشنبه 19 بهمن ما. نزاع قدرت و جدال جناهی برای حزب گروه‌های رقیب بر انتخابات پیش روی از جمله موضوعات تحلیلی برخی از ها بود در این راستا روزنامه وقایع اتفاقیه که چندیست با مشی اصلاح طلبانه پیشرو البته بر دکان نشریات شهر می‌نشیند و عمدتا نیز به قلم مردان کارگزار موسوم به اصلاح طلب مغزوب منتشر می شود. در شماره امروز به قلم احمد خرم یادداشتی با این موزه و با این موضوع منتشر بود خرم در وقایع اتفاقیه با اشاره به اینکه با اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نتیجه گرفته بود که اصولگرایان خود رو در مسیری بیرقیب تصور میکنند که باید بر سر پستهای اساسی و منافعی که در نهایت نصیب آنها خواهد شد مجادله کنند اما آنچه این روزها به زعم نویسنده بسیار مشهود است این است که در میان اصولگرایان نیز درگیری زیادی وجود دارد آن هم درگیری عمیق بر سر پوست های سیاسی و مواهب آن وزیر راه کابینه خاتمی که مقذوب نظام فاقه هاست در این مقاله اشاره کرده بود که در دو جبهه اصولگرایان و اصلاح طلبان مسئله اساسی بر سر دیدگاه ها و روش های اداره کشور است اختلاف دیدگاه به زعم وی وجود دارد و این اختلافات با مذاکره قابل حل نیست یک جنا معتقد به توضیح قدرت است و دیگری معتقد به تمرکز قدرت که نیش های آشکار پنهان داشت به ولایت فقیه سر مقاله این روزنامه تحولخواه وقایع اتفاقی در پایان با اشاره به جدی بودن چند دستگی شکاف و شقاق در کمپ اصولگرایان نتیجه گرفت که اکنون اختلاف در میان اصولگرایان به ای زیاد شده که آقای لاریجانی از اینکه در لیست ائتلاف اصولگرایان قرار گیرد اجتناب کرد و به همین دلیل است که میگویم اختلاف میان اصولگرایان اختلافی کاملا جدی است و اما در این میان محمود احمدی نشان که حتی نامش برای روزنامه های تحول طلب به مزه و مزاح میماند در اظهار موضعی تازه از مرگ اصولگرایی سخن گفته بود روزنامه روزان از جمله روزنامه بود که به این موضوع اشاره کرد و از پیروزی بلا منازه اصلاح طلبان در انتخابات آتی که جای برخی از روزنامه های اردوگاه میان روها قرار گرفت از جمله روزنامه آرمان با متفاوت خواندن اظهارات احمدی نژاد با تیتری تن آمیز یادآور شد که احمدی نژاد امروز متفاوت از دیروز به نقل از این دولت مرد جنجلی نظام فقها ها اشاره کرد اصولگرایی مرده است که در واقع می توان حسب تحلیل مهندس خرم نشان از شکاف های درون جناهی گسترده در اردوگاه راست افراطی نیز باشد هرچند بعدها مرتضی تمدن استاندار پیشین اهل احمدی نژاد تکذیب کرد و مدعی شد که احمدی نژاد با این واژگان سخن نگفت و چنین نگفت بر اساس گزارش های منتشره در روزنامه های مختلف و به نقل از سایت پایش احمدی نژاد در نقدی تون گفت ادی به اسم اصولگرا دور هم نشستند و به خودشان سهمیه میدهند و انتظار دارند مردم هم به آنها رأی دهند در حالی که حد اکثر از این فهرست سی نفره 7 تا هشت نفر بیشتر به مجلس راه پیدا نخواهند کرد این دولت مرد اضافه کرد با اینکه اصلاح طلب ها اغلب رقبای جدی و سلوگرایان رد صلاحیت شده و از گردون انتخابات حذف شده اند اما همین افراد درجه سه اصلاح طلب اصولگرایان را کاملا شکست خواهند داد کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با آخرین و تازه ترین مواضع سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی منتشر شده در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا نوزاد فروشی در ایران پدیده نوظهوری که پس از نزدیک به چهار ده از عمر جمهوری اسلامی به سایر جرائم ریز و درشت زل نظام فقها و دینکاران اضافه شد و موضوع تازه است که پیکری از افکار عمومی ایران و رسانه ها رو نیز در شوک و شگفتی فرو برده بود فروپاشی سال به سال معلفه های اخلاق در نظام تحت زعامت کاست روحانیون در این میان بر اساس گزارش بسیاری از روزنامه ها به نقل از سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و استانداری تهران اعلام شد که برخی از خانم های معتاد متجاهر یا کارگر جنسی که تعداد آنها کم است باردار میشوند، آنها گاهی اقدام به فروش نوزادان خود می کنند باید بپذیریم بخشی از نوزاد فروشی نیز به شکل سازمان یافته ای انجام می شود که از آن سریح به سازماندهی شده بودن امر بر اساس گزارش ها شهریور همچنین به گروه دیگری که اقدام به فروش نوزاد می کنند اشاره کرد و گفت در محله هرندی قربتی هایی هستند که از قدیم در آنجا ساکنند و تعداد زیادی بچه به دنیا می آورند این افراد نیز اقدام به فروش بچه های خود می کنند اما تعداد آنها زیاد نیست آقای شهریور همچنین اشاره کرد که حدود 80 درصد از این زنان و تعداد قابل توجه از فرزندان آنان مبتلا به HIV یا بیماری ایدز هستند ایشان در ادامه اظهارات گلایامیز خود با انتقاد تند از ساختار سیاسی و مدیریتی کشور گفت دولت برخلاف تمام دنیا این افراد را زیر پوشش نمی گیرد. تحت این شرایط راهیم برای این زنان آسیب دیده وجود ندارد اگر فرزندان این افراد به بهزیستی سپرده شوند پذیرفته و از آنها نگهداری می شود. آقای شهریور با رد بحث مافیای فروش نوزادان گفت مافیا عنوان عریض و طویل غیر انسانی و خشونتباری است که نمیتوان این عنوان را روی بحث مذکور گذاشت اما میتوان گفت بخشی از این اقدام سازماندهی شده است لازم به توضیح میبینم که اشاره کنم نخستین بار فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران این موضوع رو رسانه ای کرده بود که به دفعات و به کرات در برنامه صفحه یک نیز بازخانی کرده بودیم و در مورد قیمت خرید و فروش نوزادان در تهران پیشتر اعلام کرده بود که متاسفانه گزارشاتی نشان میدهند خانم کارتون خواب و زنان روسبی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت 100 تا تومان بچه خود را میفروشند کمتر از 100 دلار که پس از افزایش خط فقر کاهش سن فحشا گسترش استعمال مواد مخدر و جعل مدارک دانشگاهی از سوی کارگزاران دولت در نظام فقها این نیز نمونه‌ی تازه‌ای از ناهنجاری‌های اجتماعی است که از جنین نظام فقها زاده شده است ورق می‌زنیم با روزنامه‌ی دیگر که گویی باز هم مضمونی مشابه دارد افزایش افسار گسیخته خشونت و خصومت در لایه ها و قشرهای از اجتماع که روزنامه قانون گزارش و موضوع اصلی شماره امروز رو به این ماجرا اختصاص داده بود البته بر اساس اشارات پیدا و پنهان و نسبی این روزنامه نزدیک به لایه های از خواهان یا ماجرا سیاسی امنیتی و مافیایی بوده است قانون در گزارشی به عنوان نبرد خونین در کارواش به پرده تازه از یک نزاع جمعی خونین در یک ماشین شویی در پایتخت پرداخت. قانون در بخش از این گزارش از آن به عنوان شاعبه ی توطئه ی تندروها علیه قالیباف نیز یاد کرد. لازم به توضیح که روز گذشته فیلم حمله شبانه ی ماموران شهرداری به یک کارواش در فضای مجازی و رسانه‌های کشور به سرعت منتشر شد و از شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام نیز در گردش قرار گرفت بنابر گزارش روزنامه های مختلف و قانون فیلمی که در آن مأموران شهرداری تهران با مراجعه به یک کارواش متعلق به مسجد قدس سعادت آباد کارگران این کارواش را مورد ضرب و جهر قرار داده و اموال و دارایی ها را نیز تخریب و به گفته کارگران به سرقت بردهاند به گفته کارگران این کارواش تعداد زیادی از مأموران شهرداری ساعت یک بامداد برای پلمپ به این مکان تجاری حمله کرده و وقتی کارگران از آنها حکم قضایی میخواهند با چوب، چماق، چاقو، باتوم برقی و گاز اشکاور جواب آنها را داده که منجر به مجروح و زخمی شدن کارگران این کارواش می شود البته چوب، چماق و چاقو ابزار سرکوب و متعارفی است در لایه های نظام جمهوری اسلامی روزمه قانون در پایان با سوالی تشکیکامیز میپرسید که با فرض تخلف صاحبان این کارواش طبق قانون آیا نیروهای شهرداری میتوانند شبانه به این محله حمله کرده و به ضرب و شتم کارگران کارواش و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان منطقه بپردازند آیا نیروهای شهرداری مجاز به حمل سلاح سرد از جمله چوب چماق چاقو باتوم برقی و غیره برای اعمال قانون هستند و در وقت باقی مانده به مزامین اقتصادی هم نگاهی کوتاه خواهیم داشت که کماکان مرتوجه بسیاری از روزنامه هاست. عمده روزنامه های اقتصادی و صنعتی در شماره امروز پژوی فرانسوی رو صدر نشین صفحه نخواست خود کردند در حالی که بسیاری از روزنامه ها از اعلام آمادگی کمپانی خودروسازی پژو برای پرداخت قرامت 427 میلیون یورویی پژو به ایران خودرو خبر داده بودند روزنامه تجارت خبر داد که رقبای پژو از ایتالیا و ژاپن رسیدن همچنین جهان صنعت در گزارشی با بررسی پیامدهای توافق هسته‌ای با نگاهی به قراردادهای پس از برجام از حضور سرمایه گذاران سر سفره ایران خبر داد گویا وقت هست یک مقاله کوتاه از روزنامه شرق شرق نه از شهروند با هم بخوانیم نویسنده روزنامه شهروند با اشاره به روند ویرانگر اقتصادی اهده احمدی نژاد در یک قیاس تطبیقی میان عملکرد رفتاری و سیاسی دولت مردان ایران و زیمبابوه و ونزوئلا پرداخته بود شهروند در سرمقاله خود با عنوان رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت با اشاره به وضعیت اقتصادی ونزوئلا آن را قمر در اغرب توصیف کرد که تورمش در آستانه 800 درصدی شدن است در چنین شرایطی به زم نویسنده روزنامه شهروند دولت ها ناتوان از کنترل اوضاع و مجبور می شوند که پول بیشتری تزریق کنند مثل حکومت زیمبابوه تورم ده ها هزار درصدی را نیز تجربه خواهند کرد و ارزش پول از ارزش کاغذ آن کمتر می شود. و به درد روشن کردن اجاق خواهد خورد در چنین تورمی های اخلاقی و اقتصادی نابود می شود و های فاسد جیب خود را پر می کنند و مردم ضعیف و مزد بگیر هر روز بیش از روز پیش به قهقرا خواهند رفت نویسنده با اشاره به نزدیکی های گذشته ایران منظور محمود احمدی نژاد و ونزوئلا نوشته بود که و این تشابه دیدگاه موجب نزدیکی بیش از اندازه دو رئیس جمهور شد تا جایی که سالی نبود که طرفین از دو سر دنیا به دیدار یکدیگر نروند سرمقاله نویس شهروند با اشاره به اینکه شباهت ساختار اقتصادی نفتی و نیز سیاستهای پوپولیستی فریبکارانه و مسخره کردن دانش اقتصادی و بیتوجهی به محدودیت منابع در هر دو دولت کمابی شبیه هم بود و در این راستا اینگونه نتیجه گرفت که سر دادن شعارهای خارج از ظرفیت و نیز برای زمین و زمان خط و نشان کشیدن دشمنی با صاحبان فکر و کارآفرینان و با هدف استمرار قدرت خود مردم و توده بیشکل اعتبار دادند و در عین حال رد کردن بروکراسی اقلانی موجب وضعیتی شد که در ونزوئلا شاهد هستیم ایران نیز می توانست به این وضعیت شوم مبتلا شود اما به خیر گذشت و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایک که شما خوبان خداحافظی می کنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگر بار و برگ تازه ای از دفتر صفحه یک با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود